اعتراض گسترده به پوشاندن اجباری صورت بانوان مجری. جوانمردی مارشال عبدالرشید دوستم که محمد محقق را تحت تاثیر قرار داد. سقوط مرگبار هواپیما در فرانسه. عجیب اما واقعی، زن پناهجوی اوکراینی با همسر میزبان خود در بریتانیا فرار کرد. جزئیات جالب این خبر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. مشروع اخبار. دستور طالبان برای زنان مجری تلویزیون که باید هنگام اجرای برنامه صورتشان را با ماسک بپوشانند واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. در کنار زنان مجری برنامه‌های تلویزیونی، شماری از همکاران مرد در رسانه‌های مختلف با پوشیدن ماسک به این تصمیم طالبان اعتراض کرده و خواستار برداشتن آن شدند. از این میان، کارمندان بخش خبر شبکه تلویزیونی تولو نیوز در یک حرکت نمادین با پوشیدن ماسک گفتند در فرمان حجابی که از آدرس رهبر طالبان صادر شده نیز چنین چیزی دیده نمی‌شود. خاطره احمدی از مجریان این شبکه می گوید که برای او سایر مجریان زن بسیار دشوار است که برای چندین ساعت با چنین پوشش برنامه اجرا کند. شمار زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی نیز از محدودیت های روزافزون طالبان بر زنان و به ویژه خبرنگاران زن به شدت انتقاد کردند. برخی آنان دستور طالبان را به باد صخره گرفته و این اقدامات را نشانه از بیگانگی آنان با ارزش‌های مردم افغانستان، اسلام و جهان می‌دانند. محمد محقق روی برگه فیسبوکش می‌نگارد: برادر روزهای دشوار، یک روز که آسمان کشورم سر مردم ما باران غم می‌بارید و ستاره اقبال هزاره‌ها غروب کرده بود و پیکر به خون نشسته مزاری پیشوا در مسیر راه 15 روزه از غزنی تا یکاولنگ بود و مردم و مسئولان حزب وحدت در شوک ناشی از دست دادن رهبرانشان بودند، این دوستم بود که در کنار مردم ما استاد شد و گفت: او مردم هزاره، اگر مزاری امروز در بین ما و شما نیست، برادر شهید مزاری جنرال دوستم زنده است، در کنارتان هستم و از آرمانهای شهید مزاری حمایت میکنم. امروز هم که دنیا کج رفتاری میکند، در شفاخانه بستری بودم و از عمل جراحی 3 ساعته بیرون شدم. باز هم برادر روزهای دشوارم، روزهای غرب کابل، روزهای قتل عام مزار، روزهای بلخاب و دره صوف، مارشال عبدالرشید دوستم رهبر و بنیانگذار جنبش ملی اسلامی افغانستان باز هم حق برادری و هم سنگری را ادا کرد. همراه برادرزاده هایم آجی باتور دوستم رئیس شورای مرکزی حزب جنبش و یار محمد دوستم قماندان به شفاخانه گوون در انقره به عیادت و احوالپرسی هم آمدن که یک جهان سپاسگزارم. انشالله در وطن عزیز ما افغانستان روز در شرایط صلح و با همی در کنار هم خواهیم بود. محمد محقق، اول جوزای 14/1 هجری شمسی. سقوط یک هواپیمای توریستی در کوههای بلدون در فرانسه باعث کشته شدن 5 نفر از جمله 4 عضو یک خانواده شد. شامگاه 31 سور رسانه های فرانسوی از کشته شدن 5 نفر در یک رویداد سقوط هواپیمای مسافربری کوچک جودالدی 140 خبر دادند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که از مجموع کشته شدگان 4 نفر از اعضای یک خانواده هستند. هواپیما از میدان هوایی ورسو واقع در حدود 15 کیلومتری شمال شرقی گرنوبل برخاسته بود. و در پایان، العربیه فارسی گزارش می دهد: عجیب اما واقعی. طبق گزارش روزنامه انگلیسی دسن، زن بریتانیایی که رضایت همسر خود را برای پناه دادن و پذیرایی از یک زن پناهجوی اوکراینی جلب کرده بود، پس از 2 روز شاهد فرار همسرش به همراه زن پناهجو بود. نگهبان 29 ساله انگلیسی به نام تونی گارنت
که پدر دو فرزند است و همراه همسر 28 ساله خود در برادفورد انگلیس زندگی می کند. همسر تونی به دلایل انسان دوستانه و در نظر گرفتن جنگ در کشور اوکراین تصمیم به همدردی و پذیرایی از یک اوکراینی گرفته است. علی رغم نیت خیر همسر تونی، چند روز پس از استقبال از سوفیا کرکاتم پناهجوی 22 ساله اتفاق عجیبی در خانه زوج بریتانیایی اتفاق میافتد. سوفیا از شهر لویوی اوکراین فرار کرده و بریتانیا را به عنوان مقصد خود انتخاب کرده بود. تنها در روز پس از ورود سوفیا به خانه گارنت، تونی عاشق وی شد که همسرش لورنا پس از اینکه متوجه موضوع شد از پناهنده اوکراینی خواست که آنجا را ترک کند. روزنامه سن فاش کرد که پناهنده اوکراینی در میان ناباوری همراه تونی گارنت همسر میزبان خود فرار کرد که برای لورنا اتفاق عجیب و تکان دهنده بود. این پناهنده اوکراینی مدعی شد دو روز پس از نقل مکان به خارج زوج بریتانیایی متوجه شدند که تونی چقدر بدبخت است. تونی گفت که او و سوفیا قصد دارند بقیه زندگی خود را با هم بگذرانند و افزود: ما برای دردی که ایجاد کرده ایم متاسفیم، اما احساساتی که نسبت به سوفیا دارم پیش از این به کسی نداشتم. همه چیز با یک نیت ساده و درست برای میزبانی از یک فرد نیازمند در خانه من شروع شد، اما این سوفیا بود که وارد زندگی من شد و این چیزی است که من همیشه بر آن سپاسگزار خواهم بود. سوفیا اظهار داشت که در همان نگاه اول عاشق تونی شده است و گفت: خیلی سریع بود، اما این داستان عشق ماست. میدانم که مردم درباره من فکر بدی خواهند کرد، اما این اتفاق افتاده است. نمیتوانستم ببینم تونی چقدر از زندگی خود ناراض است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر و درود.